سلام بچه‌ها، امروز طراحی داشتم. حقیقتاً می‌خواستم با کاغذ طراحی کنم. خب ببین میدونستین یا نه، من طراحی با دستم خوبه، من تا فکر کنم 5 6 سال یه کار نکردم. الانم هر چی می‌گردم طراحیمو پیدا نمی‌کنم. بهتون ثابت کنم که اوکی. و همون چیزی که می‌بینید چیه؟ دقیقاً این یه تفنگه. ما می‌خوایم برای آردیمون تفنگ بسازیم. جالب شد نه؟ اول رامپ روشن کنیم. فکر کنم این زیر یه چیزی باشه. عروسک بچگی منه. عروسک داشتم. دو متر قد. اینا طراحیای منه. منتها قبل از اینکه نرم افزار حرفه‌ای یاد بگیرم با دست طراحی می‌کردم. البته همه این چیزایی که می‌بینید مال یه پروژه دانشگاهی بود. منم دانشگاهم بود آره. بعد اون داره یادم میاد. یعنی همش یه پروژه است. اینا همه نقشه‌ها. بکن نقشه‌های دستی، طراحی اولیه یه اون موتور چهار چرخه بود اینا. آره داشتم طراحی می‌کردم. خلاصه کاری با اینا نداریم. کاری با این آردی داریم. الان این ویدیویی که میخواید ببینید قطعا ویدیو اصلی نیست، چون من الان خودمو دارم آماده میکنم برای پست فردا که میخوام شروع کنم. بعد همونجوری که گفتم داشتم یه چیزی توی ذهنم میومد برای طراحی کردن و گفتم روی آردیه اول باید اینو پیاده کنیم تا من یه عکس ازش بگیرم و ویدیو فردا رو شروع کنم، ذهنیتی داشته باشم. خب میخوام سرچ کنم اسپیس درست نوشتم؟ تفنگ فضایی. شاپینگ هم داره یا خدا، شما میتونید بخرید. البته اسباب بازی هست. ایمیج بریم ببینیم چی داره. ایده گرفتن خیلی مهمه. یه عالمه تفنگ فضایی هست. ولی خب این چیزی که مد نظرمه یه همچین چیز خفنیه که نورم داره. اینو برای آردی میخوام بسازم. یا حالا اگه مثلا بریم جلوتر، من یه همچین چیزایی، یه همچین چیزی میخوام برای آردی بسازم. منتها یه چیز مشتی که توی ذهنمه. آردی نازنین، ما قرار شد یه تیربار اینجا داشته باشیم. یعنی دوشیکای گرد و قلمبه اینجا زده باشه بیرون. یعنی یه همچین فاصله ای داشته باشه. از این مثلا تیربارهای شیشتیر 6 تا لوله داره قدیمی ها که میچرخیدن، از اونا مثلا مد نظرم بود. دوست دارم یه طرح فضایی اونجا باشه و یه چیز طرح مدرن. یه نفر حرف خوبی زد، گفت شیشه عقبو در بیار، یه صندلی بذار رو صندوق و یه دونه تیربار بذار رو سقف. طرف میاد میشینه رو صندوق، تیربارو میگیره. گفتم داداش خیلی خیلی عجیب بود. دوباره برگشتیم روی کامپیوتر، بعد خورده ایده بگیرم. ولی اون چیزی که توی ذهنم هست و طبق معمول من پیدا نمیکنم اینجا. اولین چیزی که مد نظرم بود این بود. متأ این خیلی قدیمی شده و مال 100 سال پیشه بکنم طراحی این چیزا. اینا نه بکن، خیلی قدیمیه. اینو نمیخوام روی آردی بذارم، این تمپارو. یه همچین چیزی میخوام طراحی کنم. هار 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 هار. اینم هست خیلی باله، ولی بریم یه چیز دیگه من طراحی کنم. نرم افزار رو میاریم بالا. آردی یه دونه فایل جدید میسازم به نام مدل 1. خب اینو پاک کنیم. ما یه همچین مستطیلی اول میخوایم که این بدنه کاره. خب بعد تیکو میزنیم و یه همچین اتفاقی میافته. این الان شد این. اوکی، حالا یه خورده پخمخ باید بهش بزنیم. پخ و مخ نتیجه رو بهتون نشون میدم. یه همچین چیزی الان شد. حالا بعد یه خورده سوراخ مراخ توی این بزنیم. یه همچین تعدادی بیزی که اینا قراره اکسترود کات بشن، یعنی یه همچین چیزی کات و سوراخ بشه. اوکی، بعد از اینا همش ذهنی ها. بعد مثلا اینو میاریم اینجا و 4 تا ازش میخوایم. اوکی، این 4 تا، یکیش اینجا، یکیش این روبروی، یکیش هم بالا. بعد اینا رو بچرخونیم، این میاد این شکلی شه، اینم این شکلی شه، تنگید و اینم این شکلی شه. این میاد اینجا، اینم اینجا، اینم اینجا و اینم اینجا. واه، یه همچین چیز خفنی. البته بذار یکم من درستش کنم قشنگ ببینید. یه همچین مکانی باید نسبت به هم داشته باشم. البته یه رنگی بهش بزنم که قشنگ ببینید. خب تقریبا یه همچین زاویه ای و یه همچین نمایی به ما میدن. منتها باید بذاریمش روی حالت پرسپکتیو که اوف آجی گانو بگیر. البته هنوز اون چیزی که تو ذهنم رو نتونستم پیاده کنم، ولی خب طول میکشه این قضیه. حالا چند تا لوله اینجا میخوایم که حالا باید اینا رو هم در بیارم ببینم داستانشون چیه. یعنی اینکه چه لوله‌ای میتونیم استفاده کنیم. بچرخونیمش دور این 4 تا و اکسترود. این لوله شد. اینا مثلا لوله نه، الان توپرم، ولی خب لوله شما در نظر بگیر. یه رنگ کروم هم باید بخوره. هنوزم اون چیزی که میخوام نتونستم طراحی کنم. حالا از همین گان، یعنی دوتا میخوام در اصل، یه تعدادی هم اونور میخوره و اوکی و نهایتا یه همچین چیزی میشه جلوی آردی ما. اوه اینه، درستش اینه. خب حالا یه چیز دیگه، من نمیخوام فقط گان داشته باشم، یه سری چیزا علاوه بر اون نورایی که توش باید کار بشه که اصولی باشه. نور منظورم این نموناست. از این نمونا بخوام استفاده کنم داخلش رنگای بنفش و آبی و اینا. این گانه که روی این گلگیره میخوره، همین که جاش باید مشخص بشه، پیچ بشه به اینجا، همین که یه سری شلنگ و لولای هیدرولیک رنگی، حالا یا مشکی یا نارنجی و اینا، این شکلی از توش اینجوری اومده باشه، حالا یا این پایین رفته باشه تو اینجا، یا اومده باشه این زیر. البته برای اینجا احتمالاً برنامه داشته باشم اینجا رو باید خالی نگه دارم. ولی در کل یا اومده باشه اینجوری رو سقف بره بالا. در کل این لوله ها رو میخوام. قبل از اینی که این داستانو خیلی کشش دادم، یعنی میخواستم من بعد از گلگیره جلو این شادمانشو درست کنم. اینکه
پیشش دادم به خاطر این بود که می‌خواستم سیستم پنوماتیک این ماشین را بندازم و با باد یه خورده بچرخه، ولی دیدم خیلی هزینه برداره و اینکه من یه خورده علم پنوماتیکو ندارم، علم فقط پمپشو ندارم و جک و تشکیلاتشو تمام علمشو دارم، شیرا و مکانیزمای پنوماتیکو کلا بلدم، میتونستم کار انجام بدم، یکم زود الان نمیتونم این کارو خیلی سریع انجام بدم. خلاص گفتیم که طراحی کنیم چیزی تو ذهنمون بیاد، مثلا یه همچین لوله هایی که البته باید لوله هیدرولیک استفاده کنم، ولی خب فعلا دارم میکشمش که تو ذهنمون بیاد چیکار داریم میکنیم. اینجا دنیاییه که شما توی تخیل باید خب یه دونش اوکی شد، حالا باید تکثیرش کنیم خوشگل که ببینید بکن چه چیز گینگی شد. داداش من میگم یه چیزی شما گوش نمیدید، وقتی میگم لوله داشته باشه یعنی این. اما چیزی که من برای پست استارت و پست فردا میخوام اینا میتونم آگه همچین چیزی میخوام، یه همچین نمای سینماتیکی از ماشینم میخوام، تا باید بکگراند نرم افزارم رو چیز کنم سفید کنم که بتونه اینو بهم بده. اینا ها پیداش کردم دوش، الان همه چی سفید میشه. واو هیچی پیدا نیست که، ابر نقاط شد یا خدا، ولی چه چیز شماتیکی شد. حیف اون آردیه پیدا نیست، آردیه چی میتونم روشن کنم؟ اوه سیاسفید شد آجی، چه چیزی شده ها. مثلا این چیزی که میام هنوز تو ذهنم، این چیزی که میخوام نتونستم، معمولا چیزای من خفن‌تره، این چیزایی که تو ذهنم تا میاد پیاده بشه کلا همینه ها. تو مهندسی چیز خیلی خفنی تو ذهنته، دو تا اتفاق میفته، یا اون چیزی که پیاده میشه خیلی خفن‌تر از اون چیزی بود که فکرشو میکردی که من پروژه اینجوری داشتم، یا اینکه مثلا اون چیزی که پیاده میشه اون چیزی که میخواستی نشده، حال نکردی باشه. مثلا این کرکره‌ای عقب از اون چیزایی بود که من فکر نمی‌کردم خفن بشه، یا مثلا این اگزوزه رو واقعا فکر نمی‌کردم خفن بشه، اصلا از گلگیرو انتظار بیشتر داشتم، باله رو باش مشکل داشتم، دوست داشتم باله بیا تا اینجا، حالا ما چیزی که گذاشتیم چرخ‌ها رو که گذاشتیم نگاه کن باله پایین‌تره، در صورتی که باله باید اینجا باشه، یعنی تو هر چی رو سقف بذاری بازم ارتفاعش از باله بیشتر نمیشه، الان باله نسبت به مثلا ماشین کوچولوئه، ولی خب اوکیه، اون مشکلی نداره. این گلگیره زیاد اوکی نبود، ولی گلگیره جلو رو خیلی هایی کردم، گلگیره سوپر شارژر یادتونه که نقشه‌شو مشکل خورد، خیلی گنده شد، یه عدد من اشتباه زدم و گندش کردم، بعد نبود دستاز. حالا چرا این کارو کردم که بیارمش تو نرم افزار که یه همچین رنگ سفیدی بهمون بده؟ چون من نمیتونستم طراحیش کنم، حتی رود کامپیوترم الان نتونستم طراحیش کنم، ولی اوکیش میکنم، نقشش میگیریم اگر نباشی. خب یه همچین طرحی اوکی شد، یعنی میشه همچین عکسی گرفت پرینت کرد، ولی خب یکم گنگه هنوز. حاجی پیداش کردم، همین عکسو پرینت میگیریم، ازش هم الگو میشه زیاد گرفته. بابا این همچین تفنگ دستتو میگیری توش، وای پشمام عجب چیزیه. خب یه همچین چیزی پرینت شد، البته من رفتم بیرون پرینت کردم دیگه، فراموش کردم اصلا فیلم بگیرم. حقیقتا این چیزی که من الان پرینت کردم خیلی با این فرق میکنه، ولی خب انجامش دادیم دیگه. بشینم فکرامو بکنم، برنامه‌مو بچینم و پست فردا رو شروع کنیم. پستایی که معمولا یه هفته طول میکشه تا بیاد انجام بشه. حقیقتا اینایی که اینجا هست هیچ کدومش اون چیزی که توی سر من هست نیست. حالا این یکم اونجوری هست، ولی اینا هیچ کدوم اون چیزی که ما می‌خوایم نیست. اینم یه خورده تمش همونجوری فضاییه. یه چیز دیگه، توی اتاق خواب این بالا یه سری قطعات کهنه از شرکت فرسوده من هست. این دو تا رو می‌خوام. پیدا نکردم. خب یه قطعه دیگه اینا داشتم. حس می‌کنم باید پیداش کنم از اینا استفاده کنم. یه قطعه داشت اینجوری می‌خورد، اینجا دقیقاً مثل تفنگ می‌شد. در صورتی که مال باله است. مال بالا عقب ماشینه. ببینم می‌تونم پیداش کنم. خیلی می‌تونه کمک می‌کنه. اگه اینا رو داشته باشیم هزینه‌مون کمتر میشه. یعنی با استفاده کردن از اینا می‌تونم اون تفنگی که می‌خوام بسازم. فراموش نکنید که تفنگی که ما قرار بسازیم قرار نیست تیر بزنه و شلیک کنه. همه چی اینجا تزیینیه. بله اینا هاشش. خودش یه تفنگه. دارم مونتاژش کنم برات. اینا هاشش. دوتاشون بیده. خیلی ها میگن که مثلا به جایی که ظاهرش کار کنی تقویت شما فلان اینا، تقویت کردن آره میتونم یه عالمه ویدیو بذارم، ولی تقویت کردن در نهایت چیزی به شما نشون نمیده، یعنی جلوه های ظاهری این ماشینه که توی ویدیو مشخصه. من یه ماشین داشته باشم 100,000 تا اسب بخار داشته باشه، شما نمیبینیدش، صرف و صرف باش بگیرم شما حس نمیکنید، ولی وقتی یه قطعه ای ساخته میشه شما دارین این قطعه رو میبینید. توی تقویت موتور معمولا اینجوری، هم موتور قبلی فقط میگن 1000 اسب بخار، من حس نمیکنم. منی که پشت فیلم نشستم، پشت این ویدیو نشستم، نمیفهمم شتاب این ماشین شده، مثلا دو ثانیه حس نمیکنم. منظور این ما با جلوه های بصری کار داریم و فقط هم داریم روی قیافه ماشین کار میکنیم. این بره اینجا، این بره داخل این بحبه. این طراحی های حاجیتون که نه، یکی از بچه‌ها که پیش من کار میکرد بفرمایید، خودش اصلا تفنگ شده. هی گفتم اینو یه جایی دیدم، این تفنگا رو یه جایی دیدم، من قبلا ذهن مریضمون این چیزا توش بوده. حس نمیکنم اینو به کارمون بیاد، چون من خواستم 4 تا از این لینکا باشه اینجوری رو هم باشن، این دو تا رو
روبرو هم این شکلی میشه هم استفاده کرد، یکی هم بالا باشه. ولی اینا هم تعدادشون کمه، هم حالا که من میخوام مثلا دیگه بسازم، خب یه خورده نقشش حرفه‌ای تر میکنم دیگه. ولی اینا رو میشه یه جای دیگه استفاده کنه. مثلا تفنگ مثلا حس تفنگ یه خورده باید لوله موله این چیزا بهش اضافه کنی. دوش سرخونمو کشتن. قابلمه رو نگاه کن، قابلمه دیدی؟ شما ایرانی نیستی اگه از این قابلمه ها قابلمه رویا نداشته باشی یا برات نفرستن غذا توش. فرقی هم نمیکنه کجا میخوای. ایرانی باشی قابلمه رویی داری. من استوری مانی خوشمینو میدیدم داشت کباب رویی درست میکرد، اون گوشه قابلمه رویی بود، کباب رو که میخواست از سیخ در بیاره میریخت اون رویی. همه دارن. ایرانی باشی داری. اصلا کلاس کلاس این صحبت رو بگم. یه چیزی میخوام سرچ کنم ببینم کسایی که توی حوزه من دارن کار میکنن برای ماشین چه تفنگایی استفاده کردن. خیلی مهمه. بعد سرچ کنی مد ماکس کار یا مثلا میگم ماد ماکس. ماد ماکس ایرانی‌ها چرا میگن ماد ماکس کار به قول بعضی از ایرانی‌ها؟ خدایش من با یه چیزا مخالفم. مثلا کسایی مثل من که میان جلوی دوربین و مثلا کارشون اینه، بعضیشون خیلی کلاس میذارن، خیلی کلمات انگلیسی استفاده میکنن، در صورتی که یا باید انگلیسی صحبت کنی یا باید فارسی. نباید قاطی کنی کلمات. من واقعا خوشم نمیومد از همون اول یه سری کلمات انگلیسی هست اصلا استفاده نمیکنم، سعی میکنم فارسیشو استفاده کنم. اصلا بحث پاس داشتن فارسی و این صحبت ها نیست. آقا تو ژاپنی هستی باید ژاپنی صحبت کنی، نه اینکه نصفشو انگلیسی بگی نصفشو چینی بگی و فلان و اینا. هر کشوری همینه. خلاصه این اومد ایمیج رو باید بزنی و ببینیم اینا چیکار کردن. تفنگ مفنگ روشون نیست، اینا همه سوپر دارن، سوپر شارژ روشونه. وا اینا نگاه کن چقدر دست مسته بهش آویزونه. این چند تا تفنگ هست ولی حالت چرا کیفش پایین انیمیشنیه. وا حاجی تانک موشیکا موشیکا دارن. نت ایران پوشیده. اینا ماشین معرفشونه. نگاه چرخ تراکتور انداختن خیلی خفن بود حال کردم. اینا یه دونه تیربار این بالا هست، این منم رو آردی. حاجی سوپر شارژرای حقی دارن این بالا مالا همه سوپر شارژر. کامیونشون نگاه تگ کابینش سواری بریدن چسبوندن بهش. اینم یه عالمه تیر بهش خورده. اوکی اینا همه دوشیکا روشونه. حالا دوشیکا و اینا داره. این یه دونه اینجا هست. اون چیزی که تو ذهن منه فقط تو ذهن منه. نمیدونم دیگه چی است. چیز خاصی نیست. اینا نگاه کن یکم اینا تفنگ دارن. یه تفنگی کف اونجاست. پشت اونجاست. اینا همین ماشین هست دیگه. این یه چیزی داره. حالا اینم تقریبا باله. ولی خب این موتورشه. همون دوشیکا موشیکای خودمونه دیگه. ايش میگن دوشیکا رو چی بهش میگن؟ حالا که اینجوریه تو فیلم مد ماکس همچین چیزی نداریم. خدایش هر چیزی که من قبلش اصلا فیلم مد ماکس ندیده بودم. انقدر که تو کامنتا گفتم مد ماکس ببین و اینا اون وای میگه ای هم چیزایی هم هست. ولی اینی که داریم سعی میکنیم ایده های متفاوت تر از این فیلم پیاده کنیم خیلی خوبه. اسکی کاری کلا کار خوبی نیست. اسکی کاری عالمو جای نمیرسونه. خب این ماشین بعدی منه. اینا چی ان اینجا؟ سیستم میکروفون و بلندگو. ای این ماشین هاست. بچه‌ها این فایلشه. اینا که این شکلی ان فایل 3D شن. فایلش هم میتونم دانلود کنم بیارم تو نرم‌افزار خودم. ایرانی نیستی اگه اینو مد ماکس 360 ایمیج نخونی. حاجی ولش کن اینا رو نمیکن. اگزوزا رو نمیذاری کجا؟ بعد این لیپ اینجا رو نمیکن. من یه همچین چیزی تو ذهنم بود داری اومد درست کرده. چرا کیفیتش بده؟ سگ تو شینم این چیه؟ پشمام چقدر اینو حال میدن. پیداش کردم. حاجی چرخا رو اینو ایده میده به آدم. وای این رکورد چقدر خفنه. چی داره تو سایتش؟ میگم میشه دانلودش کرد؟ مسیر زندگیمون کلا عوض شد با این سایت. چرا سایت بالا نمی فیلترن؟ رو لپتاپم فیلترشن ندارم ولی نوشته آرت استیشن. ببینیم داخلش چیه. خب این عکسایی بود که ما تونستیم دانلود کنیم. از شما چه ایده ای میگیرید؟ یکی این لوله ها رو من خیلی حال کردم. اگزوزش این صفحه خیلی خلاقیت داشت. مازراتیه و اومده رو مازراتی این کارو کرده نه آردی. ما بودجمون نرسید. وگرنه روی ماشین خفندر انجام میدادیم. این رینگش خیلی خطرناکه. من دوست ندارم ولی اینو دوست دارم. این رکاب او زنجیر رو نگاه. اینجا هم موشک داره. اینجا موشک خورش زیاده ولی اینکه اومده تفنگ گذاشت دوشیکاش گذاشت اینجا خیلی خفنه. وای یه دونه بزرگ رو کافوت زور زنجیر و اینجا هم که لیپش رو خیلی خفن تر از ما درست کرده. حال کردم. یه سبک متفاوته. گارد و این چیزا هم داره. ایده ها رو کاملا گرفتم ولی سعی میکنم ایده خودم اجرا کنم چون اون وقت انحصاری میشه و اسکی رفتن توش نیست. کلا اینجوری هم که مثلا همه رو نگاه میکنم ایده ها رو میگیرم و کار خودم انجام میدم خیلی خفن تر. من گوری اسکی داری. تکراری گفتم ولی خب همینه. مرسی که تا اینجا اومدید. حالا فردا دیگه استارت پروژه رو بزنم ببینم چه پیش میاد و اینکه حتما حمایت کنید، لایکش کنید، کامنت برام بذارید و اینجور صحبت ها دیگه. اول ویدیو هی نمیگم لایک کنید و سابسکرایب کنید و اینا خودتون انجام بدید. اگه انجام ندید کارهای اداری چنل های ما رو انجام بدید. خیلی چاکریم. خدافظ.